من اعتقادم اینه که ما با خطر شروع دومین جنگ در دوران جمهوری اسلامی روبرو هستیم و این خیلی فاجعه است که یه حکومتی 44 سال سر کار باشه و در دوره اون دو تا جنگ رخ بده و با تمام ویژگی هایی که ما برای جنگ میشناسیم که چه ویرانی های انسانی و مادی به دنبال داره، از معدود حکومت هایی که میشه اینجوری مقایسه کرد حکومت صدام حسینه که در دوره صدام حسین شاهد 3 جنگ بودیم، یه جنگ با ایران، 2 جنگ با آمریکا، و میبینیم که آثار جنگ چه چیزی میتونه باشه. ویرانی یک کشور، فروپاشی اجتماعی یک کشور، فروپاشی اقتصادی یک کشور، فروپاشی سیاسی یک کشور، از بین رفتن غیر از میلیون ها نفر. در عراق ما شاهد نابودی چندین نسل بودیم، یعنی از 1980 که جنگشون با ایران شروع شد، بعد 1990 جنگشون با آمریکا در کویت و بعد 2003 جنگ سوم، تقریبا میتونیم بگیم که 2 یا 3 نسل در عراق آسیب دیدن از این جنگ و میلیون ها کودک با سوء تغذیه بزرگ شدن در دوران تحریم های نفت در برابر غذا و صد خار کردید با اورانیوم. و دوم اینه که به ما بگید اون اورانیوم هایی که اونجا بوده و یه کاره باش کردید الان خود اون اورانیوم ها کجاست و دارید باش چی کار میکنید. و ایران به جایی که به این خواسته آژانس که به هر حال نهاد معتبر بین المللی در زمینه هسته‌ای پاسخ بده، سیاست مقابله در پیش گرفته، دوربین های فراپادمانی آژانس رو خاموش کرده، سوال های آژانس رو جواب نداده و ما اگر جلسه بعدی آژانس رو احتمالا شورای حکام رو در سپتامبر داشته باشیم و ایران پاسخ سوال ها رو نداده باشه و به این رویه عدم همکاری و کاهش همکاری متوسل بشه، پیشبینی اینه که منطقا شورای حکام قطعنامه شدیدتری علیه ایران صادر خواهد کرد و اگر همین روال ادامه پیدا کنه در نهایت پرونده ایران از شورای حکام میره شورای امنیت سازمان ملل. به محض اینی که پرونده ایران بره شورای امنیت سازمان ملل، موضوع فرق میکنه. وظیفه شورای امنیت و تنها وظیفه شورای امنیت طبق منشور سازمان ملل حفظ صلح و امنیت بین المللیه و موقعی که یک کشور پروندهش به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع میشه، یعنی اون کشور تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللیه. موضوع دیگه فرق میکنه. موضوع دیگه عدم توافق ما و آژانس بر سر 3 سایت و اورانیوم این چیزا نخواهد بود. موضوع اینه که جامعه بین الملل که دقیقا معنیش قدرت‌های بزرگه، بعضیا میگن جامعه بین المللی وجود نداره، قدرت‌های بزرگ، دقیقا همینه، هیچ ایرادی به این استدلال وارد نیست، ولی این واقعیته. جامعه بین الملل تا حد زیادی یعنی قدرت‌های بزرگ، یعنی چین، روسیه، آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، این کشورهایی که قدرت منطقه‌ای یا قدرت بزرگن، به این میگن جامعه بین الملل. بقیه دور اینا با اثرگذاری کمتری است. اگر پرونده ما به شورای امنیت بره، یعنی ما طبق منشور سازمان ملل تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی هستیم. یک بار دیگه در دوره احمدی‌نژاد ما اونجا رفتیم. در اونجا 6 تا قطعنامه فصل 7 ما صادر شده. فصل 7 یعنی پرونده تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. در فصل 7 4 تا ماده وجود داره. 39، 40، 41، 42. 39 و 40 یعنی اینی که پرونده رو میپذیرن و میگن شورای امنیت صلاحیت داره و این پرونده تهدیدی است علیه صلح و امنیت بین المللی. اونجا که انجام شد، اصل کار در ماده 41 یا 42. ما 6 قطعنامه‌ای که در دوره احمدی‌نژاد علیه ما صادر شد ذیل ماده 41 بوده. ماده 41 میگه اگر کشوری که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است همکاری لازم رو نکنه، اول ازش میخوان همکاری کنه، اول دعوتش میکنن به جلسه، میگن نگرانیم راجع به کارهای شما، بیاید توضیح بدید و این نگرانی‌ها رو برطرف کنید. و اگر اون کشور دوباره در شورای امنیت هم گوش نکنه به اون حرفایی که شورای امنیت ازش میخواد، مطالباتی که میخواد، اونجا طبق منشور سازمان ملل ذیل ماده 41
مجازات های دیپلماتیک و مجازات های اقتصادی علیه کشور اعمال میشه. و ما در دوره احمدی‌نژاد 6 تا قطعنامه فصل 7 ذیل ماده 41 علیه ایران صادر شد که تمام اون فشارهایی که در اون دوره علیه ما بود همه یادشون هست. یعنی طبق ماده 41 اونا اجازه دارن تحریم های بین المللی علیه ایران اعمال کنن، نه تحریم های آمریکا که الان هست، تحریم های بین المللی. یعنی شورای امنیت سازمان ملل مجوز میده که همه کشورهای دنیا علیه ایران تحریم اعمال کنن. شورای امنیت اون موقع مجوز میده که تخطی از این تحریم ها، تخطی از تحریم های سازمان ملل، نه تحریم های آمریکا. و اونجا کشورهایی که حتی جمهوری اسلامی روشون حساب میکنه نمیتونن به ایران خیلی کمک کنن، کما اینکه در 6 تا قطعنامه قبلی چین و روسیه هم تایید کردن اون قطعنامه ها رو. و سازمان ملل مجوز میده که نیروی بین المللی ایجاد بشه برای اعمال اون تحریم ها، یعنی به کشورهای مختلف که نیروی دریایی دارن اجازه میده که موقع این تحریم ها اعمال شده این تحریم ها رو اجرا کنن، جلو کشتی های ایران رو، جلو هواپیماهای ایران رو بگیرن. اصلا مسئلهش با تحریم های فعلی زمین تا آسمون فرق خواهد کرد. و من نگرانم که اگر همین مسیر ادامه پیدا کنه، به دلیلی که ما یک سابقه بدی از جمهوری اسلامی در شورای امنیت داریم که 6 تا قطعنامه علیه صادر شده، و این دفعه به دلیل شرایطی که عرض خواهم کرد وضعیت بدتره، پرونده بره ذیل ماده 42. یعنی بعد از اینکه ماده 41 اعمال کردن و جمهوری اسلامی همکاری نکرد که ظاهرا بنا نداره همکاری بکنه، پرونده بره ماده 42 و ماده 42 مجوز حمله نظامی قانونی به کشورهاست. یک بار در مورد لیبی صادر شده، فکر میکنم یه بار در مورد عراق، یه بارم در مورد فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یه کشور دیگه است، حالا مرددم کره باشه یا افغانستان. 3 بار تا حالا شورای امنیت این مجوز رو داده. و اگر چون این مجوزی داده بشه، اون موقع دنیا مجوز پیدا میکنه که به ایران حمله کنه، دنیا مجوز پیدا میکنه که با حمله احتمالی به ایران همکاری بکنه. چرا الان من خطر رو بیشتر از دوره قبل میبینم؟ به دلیل دوم برمیگردم. دلیل دوم اینه که ایران الان غنی‌سازی 60% داره میکنه. 6 قطعنامه قبلی علیه ایران در غنی‌سازی 20% و رفتن به سمت 20% بود. الان غنی‌سازی ایران 60% انجام شده. ما در وضعیت خطرناکتری نسبت به دوره احمدی‌نژاد هستیم، از این نظر که جامعه بین‌المللی علیهمون مجوز مجازات اقتصادی، مجوز مجازات دیپلماتیک و خدای نکرده مجوز حمله نظامی صادر بکنه. ما در شرایط خطرناکتری نسبت به دوره احمدی‌نژاد قرار داریم، به دلیلی که الان غنی‌سازی 60% کردیم و دنیا تلقیش اینه که غنی‌سازی 60% دیگه برای کار صلح‌آمیز نیست. غنی‌سازی 60% برای کار نظامیه. و من اعتقاد جدی دارم به محض اینی که ایران تلاش کنه غنی‌سازی 60% رو بیشتر کنه و به محض اینی که کارهای سگانه تولید بمب رو شروع کنه، یعنی به سمت شکاف هسته‌ای بره، به سمت تولیدش بره و به سمت تبدیلش به کلاهک بره، به محض این که هر کدوم از این گام ها رو ورداره، ایران با خطر حمله نظامی فوری روبرو خواهد بود. و من اینو بعید نمیدونم از جمهوری اسلامی که در چالشی که با شورای حکام و سازمان ملل و آمریکا داره دست به چنین اشتباهی بزنه که تاوانش رو ملت ایران بدن. و علت اینه که این اتاقم گذاشتم، پیشنهاد کردم با آقای سرکوی و ایشون هم موافقت کردن، اینه که این خطر فوریه. ما صحبت از الزاماً صحبت از 3 سال دیگه یا 5 سال دیگه نمی کنیم. میتونه از فردا باشه. چون جمهوری اسلامی هر لحظه ممکنه از 60% حرکت کنه به سمت کارهایی که لحاظ تکنیکی برای تولید بمب لازمه. افزایش غنی‌سازی، شکاف دسته، یا اینی که بره به سمت خود تولید بمب، یا به سمت اینی که مینیاتوری کنه و تبدیل به کلاهکش بکنه. که این تخصص من نیست، ولی به هر میزانی که به اینها بره کشور بلافاصله با خطر شروع جنگ روبرو خواهد شد. این دو دلیل.
دلیل سوم اینه که ایران توافقی با قدرت‌های بزرگ بر سر احیای برجام نکرده و قصد نداره این کارو بکنه. این هم ما رو به خطر جنگ نزدیک میکنه. در سال 2015 اونچه که ما رو از اون شش قطعنامه نشون داد، اونچه کشور از جنگ نجات داد، اینه که بالاخره تیم روحانی و ظریف پذیرفتن که مذاکره کنن، خامنه ای پذیرفت و اونجا یک توافقی انجام شد که ایران محدودسازی برنامه هسته‌ایش رو پذیرفت، نظارت بیشتر بر برنامه‌اش رو پذیرفت. ولی الان شواهد نشون میده ایران توافق هسته‌ای رو نمیخواد بپذیره. جوزف بورل دیروز گفت دیگه مصالحه بیشتری در کار نیست، همینه، یا امضا میکنه ایران یا نمیکنه. امریکاییان گفتن همین رو میزه، یا ایران امضا میکنه یا نمیکنه. و علت اینی که توافق به دست نیومده اینی که جمهوری اسلامی میگه سپاه پاسداران بعد از فهرست تروریستی خارج بشه. حرف آمریکایی‌ها که طرف اصلی ایرانن اینی که این یه بحث فرابرجامیه، بحث خارج از هسته‌ایه. اگه شما بحث خارج از هسته‌ای میخواید بکنید، خیلی خوب، ما هم آماده ایم، بیاید بشینیم سر میز، سر برنامه موشکیتون، سر برنامه پهپادیتون، سر فعالیت های بی‌ثبات کنندتون در منطقه، سر حمایتتون از گروه های تروریستی مثل حزب الله و حماس و حوثی ها و اینا صحبت کنیم. جمهوری اسلامی میگه من راجع به اونا صحبت نمیکنم. آمریکایی‌ها میگن خیلی خوب، پس بریم فقط هسته‌ای صحبت بکنیم. اگر هسته‌ای میخواید صحبت کنید، الان پیشنهاد رو میزه، بیاید بپذیرید. و جمهوری اسلامی چون و تیم آقای رئیسی چون گفته من چیزی بیش از روحانی میگیرم و نتونست بگیره و میگه من سپاه پاسداران از فهرست میارم بیرون، بازم نمیتونه. و در نهایت اینی که جمهوری اسلامی و شخص رهبری براش مهمه که سپاه از فهرست بیاد بیرون، توافق رو نپذیرفتن. جمهوری اسلامی بعدش نمیمد توافق بشه، اون 50 تا 100 میلیارد دلار پول فریز شده رو بگیره، دوباره نفت بفروشه، دوباره دسترسی پیدا کنه به نظام مالی و بانکی بین‌المللی، دوباره بیمه و کشتیرانی برای ایران تحریماش برداشته بشه، صادرات واردات طبیعی بشه، به یک پولی برسه و بعد اون چالش های چهارگانه‌شو با آمریکا سر موشکی و منطقه‌ای و پهبادی و حمایتش از گروه‌ها و حتی در بعد از اینی که پول گرفت برنامه هسته‌ایشو ادامه بده. ولی اونا پول نمیدن مگر اینکه مطمئن بشن ایران این کارا رو میکنه، و چون این اتفاق نیفتاده ایران توافق نمیکنه. و موقعی که توافق هسته‌ای نمیشه ما به خطر جنگ نزدیکتریم، چون توافق سیاسی و مذاکراتی شکست خورده. و موقعی که این توافق سیاسی نشه، جمهوری اسلامی یا در وضعیت فعلی میمونه که براش بازندگیه، که تحریما علیش وجود داره، نفت نمیتونه بفروشه، پولاشو نمیتونه بگیره، در داخل کشور هم با بحران اقتصادی روبروه و بحران اعتراضات، یا اینی که مبنا رو بر این میذاره که من میرم کشور رو به آستانه توانایی بمب اتمی میرسونم، به آستانه توانایی تولید بمب اتمی میرسونم، بعد اونو میذارم رو میز. این مهلک‌ترین اشتباهی که جمهوری اسلامی میتونه بکنه. به محض اینی که بره به اون سمت، کشور رو در معرض جنگ قرار میده. جمهوری اسلامی ممکنه بگه که من با یک حمله محدود نظامی هیچ اتفاقی برام نمیفته، حتی میتونم داخل کشور رو امنیتی تر کنم، حتی میتونم برنامه هسته‌ایم رو زیرزمینی کنم و یک حمله هوایی محدود برای من بد نیست، حتی میتونه خوبم باشه، میتونم مخالفینم رو سرکوب کنم، میتونم برنامه اتمیم رو کامل پنهان کنم، توافقاتم رو از نادید بگیرم و زیرزمینی برم سمت بمب اتمی و این حمله هم سرنگون کننده نیست. اینجا دومین اشتباه راهبردی جمهوری اسلامیه. من به عنوان کسی که هنر جنگ درس دادم، به عنوان کسی که این حوزه رو میشناسم، سازمان تشکیلات نیروهای مسلح در دانشکده خبر درس دادم، هنر جنگ درس دادم، بیش از 30 ساله در این حوزه کار میکنم، معتقدم این دومین خطای راهبردی جمهوری اسلامیه که تلقیشون اینه که حمله به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد بود. من اعتقاد جدی دارم این کف حمله است. اگر خدای نکرده جنگ شروع بشه، من آرزوی شخصی مینه و دیدگاه شخصی مینه، همیشه گفتم من مخالف جنگم، نه در ایران، در همه جا،
من جنگ رو راه حل هیچ موضوعی نمیدونم. اینو به عنوان کسی میگم که 8 سال جنگ ایران عراق در کرده، 33 سال روش تحقیق کرده و خانواده خودم به طور جدی از جنگ آسیب دیده. هم تجربه شخصی دارم، هم به لحاظ شخصی جنگ رو دیدم، هم جنگ رو مطالعه کردم، هم ساختار جمهوری اسلامی رو میشناسم، هم روی بحث جنگ کار علمی کردم. دومین اشتباه مولک این خواهد بود که فرض بگیرن جمهوری اسلامی که این حمله یک حمله محدود خواهد بود. به نظر من اگر جنگ شروع بشه، که امیدوارم شروع نشه و امیدوارم سایه جنگ همیشه از ایران دور باشه، اگر جنگ شروع بشه هزاران هدف مورد حمله قرار خواهد گرفت و ایرانی که بعد از جنگ ایران و عراق ساخته شده، میلیاردها دلار پول ملت در صنایع و کارخانجات مختلف سرمایه گذاری شده، در چنین حمله‌ای کشور به یک ویرانه تبدیل خواهد شد. ما ده ها سال به عقب برخواهیم گشت و در نتیجه چنین حمله‌ای تلفات انسانی بسیار بسیار شدیدی وارد خواهد شد. بمب هایی که درست دنیا جنگ های اسمارته، از جنگ 2000 بالکان، 2001 افغانستان، 2003 عراق، جنگ ها تبدیل به جنگ های اسمارت شدن، یعنی سلاح ها هوشیارن، هوشمندن، نقطه زنن، میرن میزنن، ولی همه اینا این همه جنگ نیست. جنگ هنوز بخش عمدهش با بمباران های فرشی صورت میگیره، یعنی بمبارانایی که فقط برای رعب و وحشت و ویرانی گسترده است. سلاح‌های اسمارت بخش کوچیکی از جنگن هنو. و بمبی که پایین میاد تعیین نمی‌کنه کدومی که آدم خوب است، کدومی که آدم بد است، کدومی که خونه آدمیه که با شرف زندگی کرده و کدومی که خونه کسیه که فاسد و دزد و قاتل و جنایتکاره. بمب انتخاب نمی‌کنه. و میلیون ها نفر از این جنگ متاثر خواهند شد و هزاران هدف مورد حمله قرار خواهد گرفت. هدف این حمله به نظر من اصلا و ابدا برخلاف چیزی که در عرصه رسانه های جمهوری اسلامی دیده میشه، هدف زدن تاسیسات هسته‌ای ایران نیست. تاسیسات هسته‌ای ایران هم زده خواهد شد به عنوان از یکی از اولین هدف ها. هدف چون این حمله اگر شروع بشه اینه که جمهوری اسلامی دست رو ببره بالا و تسلیم بشه و بازی رو ادامه نده، ارادش برای ادامه بازی خل بشه. هدف اینه که جمهوری اسلامی دیگه ضربه دوم رو نتونه وارد کنه، یعنی ضربه اول که خورد نتونه ضربه دوم رو به رقباش وارد کنه. و کسانی که حمله میکنن در منطق جنگ، در منطق جنگ های مدرن، منطقا اینو حساب میکنن اگر ما حمله کردیم و 1 در میلیون جمهوری اسلامی جواب داد، ما بعدش چیکار میکنیم؟ پاسخ ساده است، بعدش دوباره میزنن و اصلا از اولین حمله طوری میزنن که جمهوری اسلامی در کوتاه‌ترین زمان دستار رو ببره بالا و اراده ادامه بازی نداشته باشه. و تمام محاسباتی که جمهوری اسلامی کرده در مورد تبلیغات میکنه، پروپاگاندا میکنه، با قایق سریول سیر رو نمیدونم چی اینا به ناوهای آمریکا حمله میکنن، همه اینا بازیه، اثری در نهایت جنگ نخواهد گذاشت. فرض بگیریم جمهوری اسلامی و نیروی دریایی سپاه میتونه چندین ناو آمریکا رو غرق کنه، که فرض اینا تازه معلوم نیست بتونه. این میزان آسیب به اون نیروی دریایی بزرگ در دنیا که 7 تا ناوگان داره و 12 تا ناو هواپیمابر فعال داره و چندین ناو هواپیمابر دیگه هم داره، اصلا و ابدا آسیب جدی به نیروی حمله کننده نیست. قطعا از اون طرف اشتباه راهبردی فرماندهان جمهوری اسلامی اینه که میشنوه و آدم و نگران میشه از این سطح از کوته بینی و ساده اندیشی که ممکنه یک کشور رو وارد جنگ کنن. تو ذهنشون اینه موقع آمریکایی‌ها حمله کردن
ما سربازای آمریکایی رو اسیر میگیریم، اینا رو میفروشیم، کسب درآمد میکنیم. دو تا حماقت در این جمله آقای محسن رضایی هست. یکیش اینی که اصلا شما فرض کن 1 میلیارد دلار هم سرباز آمریکایی گرفتید و فروختید، کجای مملکت رو حل میکنه؟ آخه این چه حرف راهبردی، چه حرف ساده اندیشانه است که شما در جایگاه راهبردی دارید این حرف رو میزنید که بچه هم به شما میخنده. دومن اینا محاسبات، چون محاسبات دوره جنگ صدام حسینه، فرماندهان سپاه تصورشون اینه که صدها هزار سرباز آمریکایی پیاده خواهند شد و اینا نبرد زمینی میکنن و اینا رو اسیر میکنن. در جنگ مدرن اصلا ممکنه شما نیروی زمینی نداشته باشید. در 20 روز اول جنگ که علیه عراق بود، چنان نیروی هوایی و موشکی آمریکایی ها عراقی ها رو زدن که برای اولین بار در جنگ های مدرن بعد از 2000 سال مفهوم دید و تیر از بین رفت. 2000 سال تمام جنگ های دنیا بر مفهوم دید و تیر بود، یعنی شما دشمن رو ببین و بزن. در جنگی که با عراقی ها کردن 2003، 20 روز تمام موشک های کروز و تام هاوک و هواپیما عراقی ها رو می زد، ولی عراقی ها یه دونه سرباز آمریکایی نمی دیدن. صدام با همین تصور، صدامی که اون موقع نیرو زمینیش از ما قدرتمند بود، 1,100,000 نیرو داشت، 110,000 تا فقط لشکره گارد جمهوریش بود، همه اینا رو در اطراف بغداد آرایش داد، گو اگر امریکایی ها بیان من با گارد جمهوری که زبده ترین یگان هام هست با اینا مقابله میکنم. و واقعا گارد جمهوری عراق گارد زبده ای بود. اون شکست های فاو و شلمچه و جزایر مجنون و موسیان و این خوش و اینا که آخر جنگ به ما تحمیل شد، همش گارد جمهوری حمله میکرد، لشکرهای حمورابی، لشکرهای مدینه. اینا رو صدام آورد اطراف بغداد آرایش داد، گفت اگه امریکایی‌ها بیان با گارد جمهوری مواجه. لشکرهای حمورابی و مدینه من یادمه 20 روز مدام امریکا از دریای مدیترانه و خلیج فارس بهشون تام هاوک میزد، نابودشون میکرد. و لشکرهای حمورابی و مدینه، لشکرهای گارد جمهوری عراق آخرش یه دونه سرباز آمریکایی رو ندیدن، چون اصلا سرباز آمریکایی رو زمین نبود، همش با حمله موشکی و هوایی بود. موشک از دریای مدیترانه شلیک میشد، موشک از اقیانوس هند شلیک میشد، موشک از دریای عمان شلیک میشد، موشک از خلیج فارس شلیک میشد. و متاسفم بگم که فرماندهان سپاه چنین الان ساده اندیشی میکنن و تلقیشون اینه که ما میریم ناو غرق میکنیم، ما میریم سرباز آمریکایی اسیر میکنیم. اینا اصلا تعیین کننده نیست در یک جنگی در اون مقیاس. و سومین اشتباه راهبردی که اینو بگم بعد عرایزمو تموم کنم، سومین اشتباه راهبردی که فرمانده های جمهوری اسلامی و مقامات جمهوری اسلامی دارن اینه که جنگ فعلی رو با جنگ ایران عراق مقایسه میکنن و دقیقا از اون طرف پشت بوم دارن میفتن پای. چرا؟ تحلیل کلی فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی اینه که ما جنگ سال 59 صدام به این دلیل به ما تحمیل کرد که ما توان بازدارندگیمون در مقابل عراق از بین رفته بود. این تحلیل درستیه. عراق به این دلیل به ما حمله کرد که ما توان نیروهای مسلحمون نسبت به اون تضعیف شده بود، ارتشمون تضعیف شده بود. البته مقامات جمهوری اسلامی و فرمانده های سپاه نمیگن که همین خود انقلابیون بودن که فرماندهان ارتش رو اعدام کردن، 12,000 افسر و درجه دار رو پاکسازی کردن. آقای چمران، آقای روحانی امضا کردن اینو در جلسه 23 تیر 59 مجلس. متنش از صداشون هست که آقای چمران میگه ما 12,000 نفر رو از ارتش که برکنار کردیم، پاکسازی کردیم. پول دوره سربازی رو نصف کردن، سربازها اصلا رفتن از یگانها. به در یک طرح عوامانه اومدن گفتن هر کسی بره شهر خودش خدمت کنه. خیلی از خدمه تانکای لشکر 92 زره اهواز ول کردن، رفتن خونه هاشون، شهرهاشون. هیچ مانوری در اون 19 ماه بعد از انقلاب برگزار نشد. ما مهمترین متحد دفاعیمون که آمریکا بود از دست دادیم بعد از انقلاب. در جنگ بدون متحد موندیم که بعد معلوم شد که چه اثر جدی داره.
بعد از اشغال سفارت آمریکایی‌ها که قبلش می‌خواستن به ما کمک کنن تا عراق می‌خواد بهتون حمله کنه، بعد از اشغال سفارت آمریکا رفتن سمت عراقی‌ها و ما کاری کردیم که در جریان جنگ دو تا ابرقدرت از عراق حمایت می‌کردن. مایه افتخار نیست بگیم ما 37 کشور از عراق کمک می‌کردن. این یعنی حکمرانی بد بوده که 37 کشور از اون حمایت می‌کرده، ما هیچکی از همون حمایت نمی‌کرد. در حالی که در زمان شاه آمریکا که پشت ایران بود، عراق جرأت نمیکرد به ایران حمله کنه. معلوم هم بود که آمریکا این، من یه موقع با آقای سرکوی صحبت کردم، آقای سرکوی بس خوبی میکرد، میگفت معلوم بود که آمریکا حمایت که از ایران میکنه در مقابل عراق و شوروی مجانی نیست. اونم میاد یک خواستهایی از ایران داره، ایران هم سلاح از اون میخرید، اونم یه خواستهایی داشت. معلومه که عاشق چشم ابرو ایران نبودن آمریکایی‌ها، در چارچوب جنگ سرد از ایران استفاده میکردن. ولی بالاخره ما تا موقعی که توازن قوا بود عراق جرأت نمیکرد بهمون حمله کنه. انقلاب و مجموع اقدامات انقلابیون که الان جاش نیست باعث شد که ارتش ما به حدی تضعیف شه تا مرز نابودی بره و این توازن قوا که به هم خورد، عراق متجاوز، صدام متجاوز که در پی جبران تحقیر قرارداد 1975 الجزایر بود به ما حمله کرد. صدام متجاوز بود، تردیدی توش نیست، ولی ما با تضعیف ارتش خودمون بهش فضا دادیم. الان سومین اشتباه راهبردی که فرماندهان نیروهای مسلح ایران و آقای خامنه‌ای میکنن و من نشانه هاش رو میبینم، اشتباه خطرناک اینه: فکر میکنن سال 59 چون ما قدرت نداشتیم بهمون حمله شد و الان زیادی قدرت داریم و بهمون حمله نمیکنن. من معتقدم سومین اشتباه راهبردی میتونه این باشه: توهم قدرت زیادی میتونه ایرانو وارد جنگ کنه. یعنی سال 59 از اون ور پشت بوم افتادیم پایین که قدرت نداشتیم، سال 1401 از این ور پشت بوم بندازنمون پایین با توهم قدرت زیادی، توهم اینی که ما میتونیم جلو آمریکا بجنگیم، توهم اینی که جمهوری اسلامی میتونه در مقابل آمریکا متحدینش وارد جنگ بشه، توهم اینه که جمهوری اسلامی از قدرت کافی برای جنگ برخورداره. این توهمه. ارتش شوروی هم تا حمله نکرد بود اوکراین توهماش باطل نشده بود. اونجا معلوم شد حتی خارکوف هم که نزدیک چسبیده به مرز روسیه است، ارتش روسیه ارزه نداره که حتی خارکوف هم بگیره. عرضم رو تمام میکنم. نگرانم این شرایط مجموعاً باعث بشه ما در دوره جمهوری اسلامی با دومین خطر جنگ رو بروشیم. این طرفدارای جمهوری اسلامی اگر استدلال میکنن ما بعد از خودمون دفاع کنیم، بله دفاع هر کسی از خودش میکنه، منتها این حکمرانی بده، این سیاست یقه‌گیری با منطقه و جهان. و جمهوری اسلامی در اثر چنین جنگی نه تنها ممکنه خودش و حکومتش از دست بره که اون اصلا برای من مهم نیست، اصلا او جمهوری اسلامی فردام بره من خوشحال میشم، ولی نگرانم که این جنگ به ایران و ایرانی ها آسیب بزن و آسیب خواهد زد و کشور رو ده ها سال به عقب خواهد برد و صدها هزار نفر مستقیم و میلیون ها نفر غیر مستقیم از جنگ آسیب خواهند دید. من طرفدار اینم که جمهوری اسلامی همین فردا بره، ولی مخالف جنگم. با صراحت گفتم، همیشه هم گفتم، جنگ راه حل هیچ چیزی نیست. هیچ راه حل سیاسی خوبی از جنگ به دست نمیاد و بمب انتخاب نمیکنه که کی آدم خوبیه و کی آدم بدیه. بمب بمب میکشه و کشتن و زخمی شدن برخلاف تصور عمومی یکی از کمترین آسیب های جنگه. من عرایزم با یه مثال در مورد فاجعه جنگ به پایان ببرم که فاجعه جنگ کشته شدن و زخمی شدن جز کمتریناشه. جنگ میتونه فاجعه های بزرگتر از این هم داشته باشه. من موقعی که جمهوری چک بودم فرصت کردم رفتم یک موزه جنگ رو دیدم در جنگ جهانی دوم. در مردم چک در دوران مقاومتشون رهبر فرمانده نازی ها رو که خیلی هم محبوب هیتلر بود میکشن، اونجا ترورش کردن. آلمانی ها حمله میکنن به یه روستا، میخوان انتقام بکنن، روستای لیدیتسه خیلی معروف.
اونجا میرن مردا و پسرها رو جمع میکنن، همه رو تیرباران میکنن. بعد زنها و بچه ها رو جدا میکنن و زنها که میدونستن مردا و پسرهاشون کشته شدن میفهمن چه سرنوشتی در انتظار بچه هاشونه. تلاش میکنن جلوی گرفتن بچه ها رو توسط آلمانیا بگیرن. نمیتونن. یه مادر اونجا بوده تو جمع، دو تا دختر دوقلوی 9 ساله 10 ساله داشته. من فیلمشو بعد از 50 سال دیدم. این مادر بعد از 50 سال از جنگ تعریف میکرد و مثل ابر بهار گریه میکرد اتفاقی که براش افتاد، که من در 8 سالی که جنگ ایران راق دیدم، در 33 سالی که روش مطالعه کردم، فاجعه‌ای به این بزرگتر به لحاظ انسانی نشنیده بودم و ندیده بودم. من خوردن گلوله تانک رو نزدیک دیدم، موشک زمین به زمین رو تو کرموشا سر کوچه‌مون دیدم، بمباران هوایی رو نزدیک خونه‌مون دیدم، خوردن توپ سنگین خمسه خمسه عراق و دم حیات خودمون دیدم، ولی اینا فاجعه نبود. اون مادر میگفت که موقعی که افسران آلمانی اومدن بچه ها رو جدا کنن، من دوتا دختر دوقلومو چسبیده بودم و التماس میکردم که بچه ها رو نبرید. میگفت یه افسر آلمانی اون لحظه اون خوی شیطانی و هرچی که میگیم بروز کرد. گفت برگشت به من گفت که میتونی یکیشونو نگهداری. اون مادره بعد از 50 سال گریه میکرد، میگفت من چرا اون یکی رو انتخاب کردم، این یکی رو انتخاب نکردم، در حالی که هیچ سهمی توی اون جنایت نداشت اون مادره، در حالی که هیچ تقصیری تو اون جنایت نداشت، 50 سال بعد گریه میکرد، میگفت موقعی که به من چرا من در اون شرایط سخت باید قرار بگیرم، چرا باید بین دوتا بچه‌ام یکیشو انتخاب کنم و چرا اون یکی رو انتخاب کردم این یکی رو انتخاب نکردم، اصلا مگه من باید چیکار میکردم؟ 50 سال بعد آثار جنگ ادامه داشت. اون مادر داشت مثل ابر بهار گریه میکرد. من در عمرم چنین تلخی از جنگ ندیدم. کلی تلخی در جنگ ایران عراق دیدم. کلی جنایت دیدم. کلی آدم کشی دیدم. نوکشی دیدم. تلخترین جای جنگ ایران عراق که عملیات مرساد و فروغ جاویدانه جلو چشمه که ایرانی ایرانی رو میکشت. ولی در عمرم چون این تلخی ندیده بودم که این مادر دیده. میخوام بگم جنگ فقط حمله به تأسیسات اتمی نیست. جنگ فقط کشته شدن آدم ها و مجروح شدنشون نیست. جنگ ها شروع میشن ولی هیچ وقت تموم نمیشن. و امیدوارم که جنگ سایش از ایران دور باشه و حاکمان این کشور سر عقل بیان، به نظر ملت گوش کنن، به اعتراض ملت گوش کنن و از اون طرف دست از سیاست یقه‌گیری با دنیا و منطقه بردارن.